1389 در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در مراسمی در برابر ساختمانی که 20 سال پیش دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران ترور شد، لوح یادبودی نصب شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، رحیم رشیدی روزنامه‌نگار از وین گزارشی در این باره برای ما دارد. سلام بر شما آقای رشیدی. درود بر شما و بینندگان محترمتون آقای سنگرگیر. خدمتتون عرض کنم که نخستین سوالم این هستش که این لوح یادبود از سوی چه کسانی تهیه شده؟ هدف از این اقدام پس از گذشت 20 سال چه بوده؟ حدود 5 سال پیش کمیته این طرح لوح یادبود یا مونومنت دکتر قاسملو در وین پایتخت اتریش از طرف جمعی از علاقمندان به مبارزه دموکراسی خواهانه مردم کرد در ایران و همرزمان دکتر قاسملو در واقع که عضو تشکیلاتی هیچ گروه و حزب و سازمانی هم نیستند پیگیری شده و پایه‌ریزی شده و در طول 5 سال گذشته این کمیته در تماس‌های متمادی با نهادهای مربوطه در اتریش سعی بر آن داشته که این مراسم رو دیروز برگزار بکنه. در این مراسم آقای کنگرلو، خانم نسرین قاسملو، بیوه دکتر قاسملو و آقای عطا نصیری که رئیس این کمیته مذکور رو بر عهده داشتند از لوح یادبود پرده برداشتند و سازمان‌ها و گروه‌های متعددی و ایرانیان آزادیخواه به ویژه کردها در این مراسم شرکت داشتند. احزابی چون اتحادیه میانی کردستان، پارتی دموکرات کردستان، کومله زحمتکشان کردستان، پژاک، حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران شرکت داشتند و سخنرانانی چون آقای حسن شرفی، معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران و سخنگوی اون حزب به سخنرانی پرداختند و شخصیت‌هایشون آقای عبدالله حسن‌زاده هم در سخنرانی شرکت کردند. آقای رشیدی، میتونید به من بگید که این لوح چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ ببینید، اگر به یاد داشته باشیم در تاریخ 20 آوریل 2004 در برابر رستوران میکونوس، رستورانی که دکتر سرافکندی و یارانش در اون ترور شدن در سال 92، یه لوح یادبود نصب شد و جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های پیگیرانه‌ای صورت داد تا از نصب این لوح جلوگیری بکند و سردار وقت تهران تهدید کرد که پرونده فروش سلاح‌های شیمیایی آلمان به حکومت عراق و به کارگیری این سلاح‌ها در جنگ 8 ساله ایران و عراق برملا خواهد شد و روی اونها کار خواهد شد. این اهمیت چنین اقدام‌هایی را میتونه به خوبی نمایان بداره. ما میدونیم در شهرهای چون برلین، وین و شهرهای دیگر اروپایی سالیانه میلیون‌ها جهانگرد و توریست میاند و به گردشگری میپردازند و به این نقاط بدون شک بخشی از اون اثر خواهند داد و جدا از این نسل‌های متعدد اروپایی در خواهند یافت که ایرانیان در واقع برای آزادی و دموکراسی مبارزه کردند. و جالب اینه که خب همه در خواهند یافت که جمهوری اسلامی ایران حتی پیمان‌نامه های سر و آشتی‌جویانه خود را با بهترین فرزندان کشور و ایران با خون طرفین و در واقع با گلوله های خود امضا کرده و این میتونه در دراز مدت به ایده ها، به ایجاد ایده های در واقع تبدیل بشه که لوح یادبود برای آقای شاپور بختیار، دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر کاظم رجوی و خیلی دیگر از قربانیان دست تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران بپیونده و این نشون میده که همان گونه که اشاره کردم مبارزه پیگیر ایرانیان برای دموکراسی و آزادی و چهره خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی ایران و تروریسم دولتی اون رژیم رو به خوبی به تصویر میکشه. آقای رحیم رشیدی، سپاسگزارم از اینکه دقایقی با خبرها و نظرها در واشنگتن بودید.